انسان از همه گوهر قیمتبها این مادر است، زیرا مادر آفرنده حیات، زیب زندگی و معنای حیات است. محض مادران هستند که این دنیا ما رنگین است و انسان به امید زندگانی می کند. برای پیشرفت جامعه، برای زندگی رنگین ما، مخصوصا برای فرزندان، زحمت های مادران قدر شونده است. بنابر همین وظیفه امروزی جامعه ما از آن عبارت است که به قدر زن مادر ما باید برسیم، احترام آنها را داریم و آنها باید سزاوار دستگیری ما فرزندان باشند. از نگاه من همچون مرد به زنان از آن عبارت است که برای زندگی که ما امروز داریم و پیش می رویم، خدمت زن مادر خیلی بزرگ است. در همه موارد مادر ما رو تربیت می کنند، مادر ما رو با روح راست می برند و دعای نیکی مادر برای پیشرفت حیات ما روشن بخش است. بنابراین امروز جامعه ما به قدر زن مادر می رسد. امروز حقوق زنان و مادران برابر مردان معین کرده شده است و خوشبختانه در سالهای استقلالیت با خدمت های ارزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، موقع زن در جامعه خیلی بلند گردیده است. امروز ما زنان و بانوان را در صدر جامعه در اجرای وظیفه های خیلی پرمسئولی جمعیتی میبینیم و آنها مانده نشده شب و روز برای پیشرفت جامعه ما خدمت میکنند. من گفتنی هستم که در نوبت خود مادران ما، خواهران ما، بانوان تاجیکستان عزیز ما باید که صاحب معرفت باشند و مخصوصا پدر و مادران برای تعلیم فرزندان دقت دهند. از آن جمله در جامعه امروزی ما دقت دادن لازم است برای دختران نوراست. آنها رو ما باید به حیات مستقلانه خوب تیار نماییم. آنها با سواد باشند، آنها با فرهنگ باشند، صاحب تحصیلات باشند. زیرا چگونه کودک در جامعه خاندان به وای میرسد از تربیه آیندبین مادر او وابسته است. بنابر همین مادر خواهد که فرزند او در جامعه افتخار او باشد، از کودکی توجه زیاد داشته باشد برای تعلیم و تربیه فرزند است. و از آن جمله من یک مادری کلانسال دارم که قریب سنشان به 80 میرسد. شخصا در تربیه من، برای آنکه من در بین جامعه باشم، زحمت های بزرگ کشیده هستند. بنابراین امروز من مادرم رو دوست می دارم. در خطار مادری خود تمام مادران تاجیکستان عزیز رو دوست می دارم. حرمت احترامم نسبت به زنان و بانوان خیلی کلان است و خوشبختانه امروز در بسیار تشکلات و مؤسسه ها زنان کار می کنند. از آن جمله در کمیته اجرایی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان است یک چند نفر بانوان با سری بلند در اجرایشی مسئولیتشان زحمت میکشند و نمونه عبرت میباشند. حالا فرصتی مناسب است که ما در ایام بهار، در ایام زیبایی که فرا میرسد، طبیعت به نمو آغاز نموده است و از همه در ابتدای بهار جشنی که ما اون رو انتظار هستیم، این جشنی مادر، روزی مادر است و برای شهروندان جمهوری تاجیکستان، برای مخصوصا مردان، برای جامعه امروزی ما نه تنها یک روزی هشتمی مار روزی مادر باشد، باید تمام سال، تمام وقت ما باید که در احترام مادر باشیم. مادران بانوان رو دوست داریم و من هم از فرصت استفاده برده مادران و خواهران عزیز رو با این جشنی خیلی فرخنده و زیبا و نمونه تبریک و تهنیت میگویم. برای مادران عزیز پیش از همه سلامتی، سعادت زندگی، خاطر جمعی و خوشی های زندگی را تمنا دارم. بگذار که مادر را وطن مادر میگویند و
نقش آنها که خیلی بزرگ است، همیشه سلامت و سربلند باشند و دعاگوی ما فرزندان باشند. بگذار که با دعای نیک مادران جامعه امروزی تاجیکستان باز تنجی امانی باشد، پرچم صلح و وحدت در وطن عزیز ما پرافشانی کند. مادران و خواهران عزیز، عیدتان مبارک باشد. اگر دردی کند جانت، فقط مادر می سوزد. بشم ای قلبی سوزاند، فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها، در این دنیای پر غوغا. حبیبی دل پریشاند، فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها، در این دنیای پر غوغا. حبیبی دل پریشاند، فقط مادر می سوزد. قسم تا روزی پدرودش، در آتش هوای جانی خیش. با تو تنها دعا خواند، فقط مادر می سوزد. اگر یاری تو اغیار شد، اگر ناآمدی کار شد. و این ناآمدی استاند، فقط مادر می سوزد. اگر یاری تو اغیار شد، اگر ناآمدی کار شد. و این ناآمدی استاند، فقط مادر می سوزد. فقط مادر می سوزد. قدری مادر را، که او جان است و ارمان است. با جانت هم با ارمانت، فقط مادر می سوزد. برایت عشق چشمانت، جهانی بی طرف ماند. با هر یک عشق ریزاند، فقط مادر می سوزد. برایت عشق چشماند، جهانی بی طرف ماند. با هر یک عشق ریزاند، فقط مادر می سوزد. اگر دردی کند جانت، فقط مادر می سوزد. بشم ای قلب سوزاند، فقط مادر می سوزد. مسافر گردی و تنها، در این دنیای پر غوغا. حبیبی دل پریشاند، فقط مادر می سوزد. فقط مادر می سوزد. ما امروز ها در عرفه ایدی هشتمی مرد
ایدی مادران، ایدی دختران، ایدی زنان قرار داریم. من از فرصتی مناسب استفاده برده تمامی زنها را، مادران، فرزندان، دختران را به این روزی مبارکشان تبریک و تهنیت میگویم. زن، مادر، خواهر در توجه خاصه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میستد. در این 32 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، محترم پیشوای معظم ملت رول زن را در جامعه خیلی و خیلی بلند برداشتند. زن این آلیه خانواده، زن این آلیه، زن این پیشبردی آیله می باشد، زن این فعالی جمعیت می باشد، زن این آلیه که کارخانه، کارگاه، مکتب و جایی که کار می کند پیش قدم می باشد، پیش صف می باشد، همانجا را تازه آزاده نگاه می دارد، فعالانه در کارهای جمعیتی اشتراک می نماید و کوشش می کند که از مردها دیر نماند، دور نماند و با جمعیت خدمت کند. شکلی که استاد لایق گفتند، صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر، از صحفت و زیشهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم می کنم باز در پیش پای مادر. بعدی تو صد جامه را صد پاره کردم مادرم، قلبی غم نادیده را غم خاره کردم مادرم، در فراقت چاره جستم به این بیچارگی، خیشتن را صد چنان بیچاره کردم مادرم، خیشتن را صد چنان بیچاره کردم مادرم. درگاهی خدا در حسرتی یک الله، پیشی درگاهی خدا در حسرتی یک الله، گریه کردم، ناله کردم، زاره کردم مادرم، طفلی نارام جان یک لحظه آرامش نیافت، گر به چوبی استخوان گهواره کردم مادرم، در جوانیم مثالی موی سفیدی کوزه پوشت، کودکی خیش را پشتاره کردم مادرم، کودکی خیش را پشتاره کردم مادرم. غمگین شود از دست من، ای مبادا روحی تو غمگین شود از دست من، آذرخشت را چنین
آواره کردم مادرم آذرخشت را چنین آواره کردم مادرم بعدی تو سجام را صد پاره کردم مادرم قلبی غم نادیده را غم خاره کردم مادرم قلبی غم نادیده را غم خاره کردم مادرم غم خاره کردم مادرم همه مادران ما امروز در عرفه جشن قرار دارند چنان که از سخنرانی اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان بارها در منبرهای بلند در وصف مادر سخنهای بسیار عجایب گفتند مادر را وصفشان را تحش کردند چنان که گفتند زنان و مادران تاجیک بشک سازندگان این تاریخ میرافرینان بروزگار حامیان صلح و وحدت ملی تربیتگران فرزندان باننگ آر وطن و ستارگان فروزان آسمان اخلاق و انسانیت می باشند زن اگر آتش نمی شد خام می مانده ما نارسیده باده در جام می مانده ما آتش زن بود که ما سوختیم و ساختیم ورنه چون سنگ سری احرام می مانده ما برای مادرم
من شیرینشاه نوراللهیف کارمند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین هستم. واقعا امروز باعث خوشنودی است که در سرتاسر جمهوری تاجیکستان فرارسی روز مادر یعنی فرارسی و بزرگداشت روز مادر تجلیل کرده می شود. آره بزرگی زن همتایی ندارد. بزرگان بهوده نگفتند که مادر با یک دستش گهواره با دست دیگرش دنیا را تکان می دهد. مادر سرچشمه مهر و وفاست، خوشنشونده حیات انسانی است و آفرنده بشر است. کودک خردسال با مادر خود چنین سوال کرد: آچه جان، چرا خداوند بهشت را در زیر قدم هایت آفرید؟ چرا در روی دستانت نه؟ مادر با یک جمله خیلی هم با مهرترین چنین پاسخ داد: جان مادر، وقتی که تو در روی دستانم هستی، من بهشت را در زیر قدم هایم گرفتم. برحق شاعری می فرماید: حیات از نام مادر گیرد آغاز، با یک انعام مادر گیرد آغاز. همه آن پختگی های که داریم ز شیر خام مادر گیرد آغاز. وکن زن تمام زندگی را، تمام هستی و شکست و ریخت زندگی را بردوش میگیرد. بسیار آرمان دارد. زن است که عشق چشمان خود را پنهان میکند و برای بهبودی فرزندش، برای خوشبختی فرزندش روز و شبان تلاش میورزد. در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. بهوده نگفتند. من در آخر با چنین بیتی که حاضر ایجاد میکنم میگویم که نه هشتم و نه هشتادم نه هیصد، تمام روز عید مادران است. مادران عزیز، عیدتان تبریک. امروز تمام مردم شرفمند تاجیکستان در آستانه تجلیل روز مادر قرار دارند و روز مادر بسیار روز فرخنده است و روز فیروز و این باز یک بار دیگر ارجگزاری به زحمت ها و تلاش های شبانه روزی زن مادر است. طبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ابراز داشتند، ارجگزاری نسبت به زن، نسبت به مادر، نه تنها در یک روز، در یک روزی 8 مارس، بلکه در تمام درازای زندگی، در تمام درازای عمر در مد نظر باشد. در وصف ستایش زن مادر بهترین سخنها، بهترین اشعار، بهترین آثار آفریده شدند و همه آن بیانگری آنند که به حضور و به وجود زن زندگی امروزه ما در مجموع زندگی انسانیت معنی و مقامی ندارد. استاد
تورسونزاده، استاد لایق، استاد بازار صابیر و من کلی شاعران در وصف ستایش زن، مادر بهترین سخنها را ارزانی داشتند و من در این روز، در این فرصت که دست داده است تمام زنان و مادران، خواهران، دختران را با تجلیل روز مادر صمیمانه تبریک و مبارک باد میگویم. با گفتی استاد تورسونزاده، بگذار زن باشد مدام. واقعا هم در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. نیست جز بار خاص آن بار که مردان بکشند، غم دنیای نو و کهنه همه بار زن است. و همزمان استاد تورسونزاده در خصوص زن، در خصوص مقام و مرتبه زن در جامعه بیان اندیشه کرده، بار دیگر به مردان هشدار می‌دارند که مرد باشی بیرق بالای سر کن، نام زن ثبت در باب ظفر با خط زر کن، نام زن، نام زن تا آسمان بردار در بالای کف، مشعلی تابنده چون شمس و قمر کن، نام زن. همه همین در مجموع بیانگری آن است که زن بهترین آفریده خداوند است، در برابر پروردگار آفریدگار است که نسل می آفرد، فرزند را به کمال می رساند و امروز همه بود و نابودی روزگار ما، همه آنچی در این زندگی مقام و موقع دارد از حضور و از وجود زن است. و من باوری و اطمینان کامل دارم که زنان واقعا هم مادران سرچشمه خوشنشمنده حیات هستند و بخت آفر و سعادت آفر.